جو سنگین امنیتی حاکم بر شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه و اعمال فشار بر کارگران این مجتمع و خانواده های اونها همچنان ادامه داره. به گزارش منابع کارگری هنوز حقوق آذر و دیماه رو دریافت نکردند. در پی آخرین دوره از اعتراضات اونها که حدود یک ماه ادامه داشت، تعدادی از کارگران دستگیر و ماجرای اعترافات تلویزیونی اسماعیل بخشی و سپید قلیان واکنش‌های بسیاری رو در پی داشت. حالا گفته میشه تنها اونها نبودن که اعترافات اجباریشون ضبط شده و البته این بار نه در رسانه ملی بلکه در مقیاسی به مراتب محدودتر پخش شده. چرا؟ این ویدیو رو ببینیم و برگردیم تا مدیا برامون توضیح بده. اینجا لازم میدونم که جهت تنویر افکار عمومی و جلوگیری از سوء استفاده مالیدین نظام به تمام هموطنانم و دنیا اعلام کنم که به شهادت خانوادم و تعدادی از همکارانم طی روزهای اخیر نه به جای نامعلومی منتقل شدم و نه شکنجه و بدرفتاری در کار بوده کنم و در اینجا جا داره از حسن برخورد دستگاه قضا و نیروهای امنیتی انتظامی در طول مدت دادرسی و بازداشت نهایت تشکر را به عمل آورم. مدیا رو داریم با توضیحات بیشتر در این باره. این فشارها سیما تا جای گسترش پیدا کرده که امروز وقتی من با تعدادی از فعالای کارگری این مجتمع صحبت میکردم به من میگفتن حالا دیگه نه تنها اجازه به ما نمیدن راجع به آقای اسماعیل بخشی صحبت کنیم، که حتی اگر راجع به سهامدارای کارخونه هم صحبت کنیم ما رو به حراست میخوان و اگر باز هم این رویه رو ادامه بدیم از ستاد خبری برای ما احضاریه میاد. همین فشارها هم باعث شد که جمعه 5 بهمن تعدادی از کارگرا در این مجتمع اجتماع بکنن و هم در اعتراض به رفتاری که با آقای بخشی میشه، هم در اعتراض به اون چیزی که فشارهایی که بر خودشون داره اعمال میشه. اما بلافاصله صبح شنبه تعدادی از اونها بازداشت شدن، از جمله آقای محمد خنیفر که 24 در حدود 48 ساعت ببخشید در بازداشت بودن و بعد هم با قید وثیقه آزاد شدن. اما چرا این بار این اعترافات در اون سطح گسترده تلویزیونی منتشر نشد؟ شاید یکی از دلایلش عکس العملی بود که مردم داشتن به پخش اعترافات آقای اسماعیل بخشی به ویژه کارگرها. اما امروز یکی از این فعالای کارگری هم میگفت یکی از دلایلی که آقای خنیفر بازداشت شدن اینه که ایشون هر جا که تونستن از این صحبت کردن که حاضرن شهادت بدن به نفع آقای اسماعیل بخشی و خب این خودش یکی از دلایلی شد که ایشون رو بازداشت کردن. اما جمعی دیگه از کارگرها هم به خاطر اینکه بتونن کمک کنن به پرونده آقای بخشی، پرونده مجتمع هفت‌تپه رو پیگیری کردن و به یک نتایجی هم رسیدن که شاید بهتر باشه از زبون یکی از خود اونها بشنویم. بشنویم. این سهامدارایی که ما داریم به شدت تو نهاد خود وزارت اطلاعات آدم دارن، حراست گرفتن، دست نمایندهای مجلس باشون هم دستن. اینا رو پیگیری کردیم، به یه سری سرنخا رسیدیم، حتی یه جای به اسم آقای بروجردی هم خوردیم. از اونجا که مثلا رئیس دادگستری شوش با آقای اسد بیگی و رستمی چگنی سهامدارای شرکت فامیل هستن، استاندار خوزستان ما پیگیری کردیم، ازشون خونه هدیه گرفته بود. یعنی یه فساد گسترده اینجا در حال انجامه، دارن از طریق هفت‌تپه پولشویی میکنن و هیچ کاری هم از دست ما بر نمیاد. مدیا، بین صحبتات به اسماعیل بخشی و سپید قلیان اشاره کردی، از آخرین وضعیتشون اطلاعاتی داریم؟ 3 روزه که از وضعیت آقای بخشی هیچ اطلاعی در دست نیست، اما طی 3 هفته گذشته هم خانواده آقای بخشی فقط تونستن یک بار با ایشون ملاقات داشته باشن، اون هم فقط مادرشون، در حالی که ایشون اصلا وضعیت جسمی خوبی ندارن و متاسفانه حاضر هم نیستن که ایشون رو به بهداری بفرستن. خانم قلیان هم خانواده‌شون به ما گفتن که هیچ گونه ملاقاتی با ایشون نداشتن، تنها تماس ها تلفنی بوده که الان چند روزی همین تماس ها هم متاسفانه قطع شده. پس هیچ اطلاعاتی نداریم. ممنون از تو.